تصمیم کار شورای ملی مقاومت بر ضرورت آزادی بلادرنگ همه کارگران و زحمتکشان زندانی و افزایش دستمزد ناچیز آنان تاکید کرد. 37 تن از کارکنان اداره آموزش و پرورش در شهرستان نورآباد در استان لرستان در اعتراض به پرداخت نشدن اضافه کاری استعفا دادند. یک دادگاه آمریکایی یک دلال را به جرم قاچاق کالا به ایران به 6 ماه زندان محکوم کرد. کمپانی گوگل شبکه‌های تلگرام و تلگرام طلایی را به دلیل جاسوسی و سرقت اطلاعات حساس کاربران از بازار اپلیکیشن‌های خود حذف کرد. روستای آقلا در استان گلستان در محاصره سیل. پس از گذشت 25 روز از سیل لرستان، مردم همچنان بی خانمان هستند. سناتور تد کروز: هر سیاستی که شامل معافیت به تحریم رژیم ایران باشد، به آخوندها امکان می‌دهد از گروه‌های تروریستی حمایت کنند. هماهنگ کننده اقدامات علیه رژیم آخوندی در وزارت خارجه آمریکا: دولت دونالد ترامپ رویکردی در اجرای تحریم‌ها علیه رژیم ایران در پیش گرفته که در تاریخ بی‌نظیر است.